سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره در برنامه های ایران فردا در تمامی برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر محضر یکایی یک که شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب پنجشنبه 21 امرداد ایرانی برابر با دوازدهم ماه اوت 2021 میلادی رو با هم مرور کنیم با مجموعه مطالب منتخب و از تمامی رسانه ها به طور مشخص از مطبوعات چاپ تهران البته بدین روی اشاره میکنم که از تمامی رسانه ها چرا که امروز تمامی مطبوعات همگی با دو موضوع سفارایی شده بودند به طور مشخص تازه ترین اظهار موزه آیت الله علی خامنه ای رو حول ضرورت تهیه واکسن برای مهار کرونا و همینطور کابینه ابراهیم رئیسی بر صد تمامی صفحات با خانش های مختلف نشسته بود خب من با همین زمینه و مضمون مایلم که برم روی اصل مطلب بحث کرونا و کشداری که در ایران صورت گرفته گویا در پی فشار فزاینده افکار عمومی و همینطور مرگ گسترده در جای جای ایران و انتشار تصاویر آن از طریق رسانه های اجتماعی و به طور مشخص انگشت اتهام از سوی شهروندان علیه مقام رهبری جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه ای در پی این فشار افکار عمومی آیت الله علی خامنه ای ناگزیر شد که با انتشار یک ویدئوی اختصاصی حول این موضوع اظهار نظر کند هرچند در جای جای صحبت خودش در چند نکته که میبایستی تصمیم قاطعانه تر رو اتخاذ میکرد باز با ایجاد شبهه یا مثلا مبنی بر اینکه در تخصص من نیست حتی برای تعطیل کردن دو هفته ای که خاص وزیر بهداشت بوده آقای دکتر نمکی که حتی به مسابقه یک وزیر کابینه روحانی امکان این رو داشت خودش با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا این موضوع رو اعمال کند اما استفتا از خامنه ای کرد و خامنه هم گفت که از تصمیم من به علت تخصصی بودن موضوع خارج است این بخش رو ببینیم من امشب رو این اظهارات آقای خامنه ای فشار افکار مومی روی ایشون تازه ترین آمار انتشار یافته از سوی آقای دکتر زالی که بسیار تکان دهنده بود میخوام چند تا تحلیل داشته باشم و عمدتا روی این موضوع امشب متمرکزیم گزاره نخست اظهارات آقای خامنه ای رو میبینیم که میگوید تخصصی ندارد اگر بخواهد امر کند فرمان دهد مبنی بر اینکه کشور رو تعطیل کنید برای نجات بیماران کرونایی با هم می‌بینیم من در مورد لزوم تعطیلی یا عدم لزوم تعطیلی اظهار نظر نمی‌کنم چون مسئله تخصصی است بایستی در ستاد ملی کرونا بررسی بشه اما اگر چون به یک نتیجه رسیدن اون نتیجه رو به طور قاطع بایستی اجرایی و عملی دیتا. خب گوشی از اظهارات آیت الله خامنه ای رو در حال تحلیل هستیم که روزنامه های چاپ تهران میز در سطح وسیعی با عبارات خیلی مشخصی انعکاس داده بودن به طور مشخص وقتی اونجایی که برگشته گفته که به هر شکل ممکن چه از طریق واردات واکسن رو بایستی تأمین کنید برای همه مردم واژگان انتخاب شده از سوی آیت الله علی خامنه ای خب حامل بار معنایی خاص بوده این بخش از اظهارات آقای خامنه دقیقا واکنشی بود در طول سه چهار روز گذشته که آمار مرگومیر خیلی وسیع شد در کشور و همه افکار عمومی به نحوی از آنها اصل این بحران رو متوجه شخص آیت الله علی خامنه ای دانستن محتملا مردان مرعی و نامرعی حوزه امنیت و رسانه های معتمد ایشان به ایشان اطلاع دادن که افکار عمومی به قایت ناراضی هست وقتی ایشون در یک زمانی مشخصا اعلام کرد که ورود واکسن های دو کشور مشخص رو که خب پیشرو و پیشتاز بودن در عرصه تأمین واکسن به نام همون واکسن فایزر و واکسن آسترازنکای انگلیسی اینها رو ممنوع کرده بود که خب به یاد داریم و از اون نقطه بودی که افکار عمومی خشم وسیعی رو از آقای خامنی به دل گرفته بودن در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه این من به مسئولین هم گفتم الان هم به طور عموم اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت چه, چه چهار هزار نفر تلفات داشتن اینها اینا اگر واکسن ولدن درست کنن اگر کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه چرا به ما میخوان بدن خودشون مصرف کنن اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن انگلیس هم همینجور به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست من واقعا اعتمادم ندارم نمیدونم گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان باکسن رو روی ملت و دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه بنابراین از آمریکا از انگلیس البته به فرانسه هم من خوشبین نیست الا این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه هیچ اشکالی نداره خب کم بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا داریم تحلیل میکنیم نقش آیت الله علی خامنه ای مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران رو در ویروس گستری از روز نخست تا کنون که گویی یا با فشار افکار عمومی ناگزیر شده در تازه ترین عقب نشینی صریحا اعلام کند روزنامه هم نوشته بودن که شما میبینید که گفته مقابله با کرونا مسئله اول و فوری کشور است در حالی که این جمله بیان شده از سوی ایشان با جملات آغازین مح... مطروحه از سوی ایشان در, در واقع آغاز این هفته های انتشار ویروس کرونا کاملا مقایر بوده ایشون گفته که خیلی موضوع مهمی نیست و ما بحران های سنگی تر از اینها رو پشت سر گذرانده ایم البته امروز هم خیلی حالت آرامش خاطر رو در خودش داشت به جامعه القا می کرد که بازم کماکان مطلبی نیست نکته بسیار مهم دیگه که برای من خیلی عجیب می آمد آخر الامر آخرین نسخه رو به نحوی از آنها باز به مقولات مذهبی و متافیزیکی احاله می کرد کماکان می گفت اینا همه اسبابه یعنی مسئله واکسن، علوم پزشکی، علوم مدرن بشری اینها فقط یک وسیله هست، سبب هست و مابقی امور اساسا از حسینیه ها و تکایا و مساجد و اموراتی که ایشان متخصص این امر هست گفت از اونجا بایستی توقع داشت و انتظار داشت و در اون مسیر بایستی گام گذاشت این بخش رو هم ببینیم بعد من یک تحلیلی پیایند این بخش از صحبتشون خواهم داشت تذکر آخر من هم مسئله دعا و توسل و تذرر همه این چیزهایی که گفتیم اینها اسبابند سببند مسبب الاسباب خداوند قادر و حکیم است که تسببت بکل اسباب و باعثی از خدای متعال درخواست کرد این مجالس عزاداری هم زمینه خوبی است برای تزرع برای توسل برای توجه به پروردگار و خواستن از خدا دعا کنیم استغفار کنیم به نظر من مرکز هم باعثی مساجد باشه خب گوش دیگری از اظهارات آیت الله علی خامنه ای رو می دیدیم که در تازه ترین واکنش خودش در تازه ترین اظهار موزه که در خصوص مرگومیر فزاینده کرونایی بیان شده با یک بیانیه خانی به طور مشخص که چند گزینه رو مطرح کرده بود از جمله نکاتی رو که گفته بود و من نکرد مقوله بازماندن حسینی ها و مراسم ازاداری ها بوده که خیلی موجب حیرت کارشناسان شده بود که چگونه است که در این برهه زمانی و در این بحران وسیع مرگ و میر کروناییشون کماکان رفتن به حسینی ها و ازاداری های غیر معمول و غیر متعارف رو برکت دانست البته یک اندرز کوچکی کرد مبنی بر اینکه حالا حواستون هم باشه مثلا با رعایت تمامی پروتکل های لازم در این اندازه فقط اندرز داده در حالی که ما میبینیم که بیماری کرونا اندرز پذیر نیست و بخشنامه پذیر نیست بیماری کرونا قطعا مستلزم اعمال یک تصمیمات قاطعانه تر هست به طور مشخص در محل و اماکنی که با تجمع و جمع شدن افراد میتواند دائره ویروس گستری هرچه بیشتر شود اما یک نکته دیگری که آیتالله الله علی ای در بخش بیانیه خودش اشاره کرده بود که دوست دارم به اون هم اشاره کنم و اون ابعاد امنیتی ماجرا رو ما یک تحلیل کوچکی داشته باشیم که چطور هست ایشون صریحا اعلام کرده که علی که مقامات خواستن که تعطیلی دو هفته ای صورت بگیره ایشون گفت که این مقوله رو خودشون بررسی کنن تخصصیه در دایره تخصص من نیست خب همگان به یاد داریم که آیت علی خامنه ای در موضوعات بسیار مهمتر مثل مقوله هسته ای و همینطور تعداد سو و و شاخصه ها و واحد ها و سنجه های امور علمی مثلا 19 هزار سو یا مقوله مثل کیک زرد تا گرمش رو و همه امور رو با یک اشراف حد اکثری و یک آشنایی بیشینی خود می و قطعا به دفعات دیدیم که مریدانش به این موضع ایشان و به این موضوع بسیار ما به تبیری افتخار میکنن فخرها میفروشند اما کسی که سالیان خود تجربه ی ریاست جمهوری رو داشته میگه که برای تعطیل کردن کشور امریز تخصصی و در دائره قدرت من نیست این بخش رو ببینیم من در مورد لزوم تعطیلی یا عدم لزوم تعطیلی اظهار نظر نمی کنم چون مسئله تخصصی است باعثی در ستاد ملی کرونا بررسی بشه خب گوشه دیگری از اظهارات آقای خامنی رو میبینیم که همون گونه که اشاره کردم در واکنش به فشار فزاینده افکار عمومی در پی مرگ و میر گسترده شهرمندان و بحران کرونا در سر و سر کشور ناگزیر به ارائه یک بیانیه شده البته عذرخواهی نکرد در حالی که آگاهی دارد که عموم ایرانیان عمده ای این مشکل کرونایی رو در واقع منشأ ای این بیماری رو و بیماری گستری و این روز افتادن جامعه ایران رو شخص رهبری نظام میدانند و نهادهای تحت ایشان شخصی به نام آقای مخبر در یک روزی روزگاری که به ایشان برای به تعبیری تولید انبوه واکسن ایرانی گزارش میداد در همون روز ده ها دروغ رو بیان کرده بود البته من این بخش رو دارم برای گزاری بعدی مطلب خودم فقط میخوام این نکته رو بگم که پس دقت کردید که ایشان گفته که مقوله تعطیل کردن یک امر تخصصی است درست مقوله بنزین و آبان که شده بود گفت که در حالی که ایشون خب سابقه ریاست جمهوری رو دارن یعنی اشراف کافی رو نسبت به مقوله افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مثل بنزین یا تبعاتی که در سطح اجتماع میتواند ایجاد کند رو خودشون آگاهی دارن الان بحث تعطیلی رو هم گفت در دایره تخصصی من نیست نوعی مسئولیت گریزی از پیامدهای های احتمالی اما چرا ایشون گفته که تعطیلی رو کماکان احاله میدن به خود کابینه و کسانی دیگر تصمیم بگیرن نظام در این موضوع کاملا مردد مانده است خود دولت روحانی نتوانسته چون این تصمیم میگیرد آخرین بار آقای نمکی تقاضای تعطیلی 14 روزه رو کرده بود اما فقط تقاضا کرد و نامه زد به آقای خامنه جواب روشنی نگرفت الان آقای خامنه گفته که در دایره تخصصی من است اما موضوع چیست که ایشون تأکید میکنند که در دایره تخصص ایشان نیست به گمان این جانب با ظرفیت بیمارگونه اقتصاد در فضای ایران امروز بحران های مالی و ورشکسته شدن بسیاری از کمپانی های کوچک اقتصادی فقر فراگیر فقر و فاقه گسترده کمر شکن شدن وضعیت اقتصاد و معیشت در شرایط کنونی ایران محتمل می که تعطیلی یا به تعبیری قرنطینه سازی دو هفته کل کشور می منجر به بروز بحران و شورش های وسیعی شود که آنگاه قطعا مهار برای آنها بسیار سخت تر خواهد شد البته پیشتر خود آقای حسن روحانی در زمانی که این بحث مطرح بوده یک بار با لسانی مستقیم و مسرح اشاره کرده بود که تعطیلی در این سطح میتواند منجر به بروز بحران ها و شورش پابرهنگان و همینطور گراسنگان در کشور شود از این رو هست که سعی دارند با عدم مهار بحران بحران دیگری رو به گمان خیش پیشندیشی کنند اما در هر روی فشار فضاینده افکار عمومی ایشون رو ناگزیر خواهد کرد چنان که الان کرده و گفته به هر طریق ممکن واکسن رو حتی از طریق واردات تهیه کنید طبق معمول اول نگاهی بسیار سرسختانه رو اتخاذ می کند بعد از آن که کمر نظام در حوزه مدیریتی میشکند ناگزیر به امتیازدهی و عقب نشینی می شود درست مقوله برجام در سیاست خارجه و دیگر مسائلی رو که ما دیدیم در مقوله برجام با بروز ظهور سیاست نرمش قهرمانانه می بینیم که گفته بود اگر آنها پاره کنند ما آتش میزنیم که چنین نکرد مجدد در صدد احیای برجام هستش هر چند کماکان درگیری موضوع هستند واکسن رو هم گفته بود که از امریکا و انگلستان نبایستی خرید باز میبینیم که میگه به هر طریق ممکن بایستی وارد کنید اما میخوام برگردم به بخش از اظهارات آقای مخبر که الان معاون آقای رئیسی هست ایشان در یک نشستی که با حضور آقای نمکی و شخص دیگری که حالا من شناخت کافی به سیمای ایشان ندارم رو در تصویر میبینید ایشان در گزارشی که به آقای خامنه ای میداد بیشتر شبیه نوعی حکایه خانی استور پروری و داستان سرایی بوده با مبانی متودهای علمی در مسیر تولید واکسن هم خانی نداشته و آقای خامنی هم بسیار گویا مشعوف و مسرور بوده که آقای مخبرنامی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هستش به تولید انبوه تکنولوژی به تعبیری تأثیر گذار مهار کرونا روی آورده است دقیقا این موضوع رو ما در مقوله کرونا یا به مستعان داشتیم که فرمانده سپاه پاسداران اون رو افتتاح کرده بود و بعدش گفت که اونقدر داریم واکسن تولید میکنیم و بعدها هم گفت با تمسخر و نی... لحن نیشالود خطاب به یارات امریکا گفت که تولید انبوه ما به زودی ما به امریکا خواهیم داد الو میخوام برگردم به اون جلسه که آقای مخبر دارد برای آقای خامنهای گزارش میدهد و ایشون هم بسیار با سیمای ستایش انگیز و تحسین برانگیز به مخبر نگاه تعییدی دارد امروز حضرت آقا من خدمت شما میگم این بچه هایی که این همه شما تاکید کردید تو کشور و بعضی مثل امثال من واقعا بی, بی کردیم و جفا کردیم اینا سه تا چهار هزار واکسن از هر لیتر میگیرند الان بعضی از این کشورها تا 5 میلیون دلار به ما حاضرند بدن که تکنولوژی مونه بهشون بدیم مکتوب اینا رو دارم آقا نه اینکه من همینجوری مثلا یک کسی زنگی زده این اتفاق افتاده ما در طول این قضیه و چیز کرونا حضرت آقا ما اولین جلسه ستاد کرونا ستاد اجرایی رو شب دوم اسفند تو خونم گرفتم و تا امروز ما پیش بینی کرده بودیم خب کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید تحلیل های زیادی رو در گزاره های مختلف از آخرین اظهارات آیت الله خامنه ای میشنیدیم که در رابطه با تولید و ابتیای واکسن توصیه هایی می کرد کماکان ایشان معتقد بود که رفتن به حسینیه و تجمعات منجر و موجب برکت هستش من ای رو در سخنان ایشان شاهد نبودیم تعطیلی دو هفته ای رو هم کماکان به دوایر دیگری احاله داد سعی داشت که از مسئولیت پذیری مستقیم و طبعات و پیامت های احتمالی آن فرار کند طبق معمول که همیشگی ایشان بوده علایه حال آن چه که هست در تحلیل پایانی این موضوع من مایلم اشاره کنم البته منطبق بر داده هایی که در سطح جامعه و خود مطبوعات چاپ تهران به نحوی زنها این اکاس میابد گسته اشاره کنم آنکه آیت الله علی خامنه ای به عنوان بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی که همه ارکان قدرت به طور مستقیم یا بعضا غیر مستقیم تحت ید و تحت امر ایشان هستش در همه حوزه ها مداخلات مشخص دارد همینک افکار عمومی ایران ایشان رو پاسخگو می خواهد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایشان به زودی و تیم ایشان با پاسخ این مرگومی رو بدهند حتی به لحاظ علم حقوقی در صدد بررسی موضوع در سطح وسیعتر هستند و ایشون رو عامل مستقیم این کشدار پیش آمده در پی کرونا می انگارند و چرا که با تصمیم سازی شخصی شخص یک نفر این کار صورت گرفته از سوی دیگر کابینه روحانی و به طور مشخص آقای دکتر نمکی که خود رو مدام سربازه ولی فقیه میخواند و نه مدیر بهداشت و درمان برای جامعه ایران و مرتب سعی داشت که عمدتا با عبارتی چون ایشون پدر خانواده هست هر چه که پدر خانواده تصمیم بگیرد باید تمکین کنیم از مدیریت علمی مهار بحران کرونا در واقع دوری کرده بود و بیشتر تلاش داشت که تا شیوهی مرید مرادی شیوه عاطفی و اثبات ارادت خودش با آیت الله علی خامنه ای رو نشان دهد و بدین روی در حلقه قدرت خود مانده و تحسین ولی فقیه و بدین روی عامل کشتار کنونی شهروندان ایرانی از منظر افکار عمومی همه مقامات دستن در کار از آیت الله علی خامنه ای تا اون فرمانده سپاه پاسداران که عملا فراورده های علمی تولید واکسن رو به تمسخر میکشان و با لحنی نیشالود و ریشخند گونه خطا به ایالات متحده آمریکا و دیگر جوامع توسعه یافته میگفت که ما با انبوه تولید مواجه شدیم و انها به اونها تقدیم خواهیم کرد و همینطور خود آقای نمکی که با شیوه های غیر علمی سعی داشت که بیشتر برای خوشایند بالاترین مقام نظام تلاش کند خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم در وقت باقی مانده با چند مطلب دیگر ابراهیم رئیسی اعضای کابینه خود رو, رو رو کرده همه روزنامه های چاپ تهران نیز با همین مطلب به تعبیری سفارایی شده بودن در صفحه یه که بیشین روزنامه ها میدیدم که به این موضوع پرداخته بودن البته بودن برخی از روزنامه هایی که با لحن و لسانی ناقدانه به این موضوع پرداخته بودند خاصه بایستی اشاره کنم که تمامی نامزدهایی که برای پست و صدارت و وزارت از سوی آقای رئیسی معرفی شدند انسانهایی به لحاظ علمی بسیار سطحی پایین غیر مجرب خیلی جوان متولد 59 60 مثلا میبینیم تحت عنوان جوانگرایی گویا سهم گستری کرده بودند سود گستری کرده بودند نکته بسیار مهمی که من قبل از انتخاباتم به اون اشاره کرده بودم همانا توزیع پست و سمت به نظامیان هست بخشی از کابینه ای آقای احمدی نژاد در ساختار دولت آقای رئیسی نقش دارد همان گونه که به دفعات اشاره کردم گویا خود رئیسی در انتخاب هیچ کدام از اینها نقش مشخصی نداشت همون گونه که به دفعات اشاره شد ایشون شخصیتی کرنشگرا تمکینگرا و کرکتری اصولا تمکینگر داره انگار که نسخه برایش نوشته شده بود و به ایشون گفته شده که اینها رو بایستی به مجلس معرفی کنیم به طور مشخص وقتی من وزیر کشور رو میبینم یا وزیر دفاع رو میبینم یا همینطور وزیر گردشگری رو میبینم و آقای رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی رو میبینم و دیگرانی رو هم که میبینیم عمده اینها خب کسایی بودن که قبل از آمدن آقای رئیسی میل به حضور برای انتخابات داشتن همه به طور یک آقایان زرقامی آقای رستم قاسمی آقای وحیدی احمد وحیدی که البته ایشون اسمش هم در لیست سیاه اینترپول جهانی مستش و آقای عبداللهیان که دیگه به هر روی خیلی مایه حیرت افکار عمومی و کارشناسان عرصه سیاست خارجه شده که ایشان رو به عنوان وزیر خارجه میخواهند به کابینه یا آقای رئیسی البته معرفی شده میخواهند نیست ایشون معرفی شده و قطعا انتخاب آقای حسین امیر عبداللهیان نشانه آشکاری است بر در واقع قلبه تئوری میدان بر دیپلماسی چرا که آقای امیر عبداللهیان همواره به عنوان شاخک میانجی بین قاسم سلیمانی و جواد ظریف بود که البته ظریف بعد از مدت ایشان, ایشان, رو کناری نهاد ایشان خواهان گسترش نبردهای نیابتی در سوریه بوده یا در سوریه سرباز دارید نظامی که به عنوان جنگجو در داخل سوریه بخوان عمل بکنند رو به این کشور اعزام نکردیم صرفا به درخواست دولت سوریه تعدادی مستشار نظامی متخصص در جنگ علیه تروریسم داریم و اسلحه عمدتا تلاش داشت در حوزه سیاست خارجه به مسابقه یک کارگزار در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران باشد که بدین روی وزیر خارجه شدن ایشان هم میتواند حامل و حاوی معانی تازه تری باشد و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود